سلام به روی ماه تک تک شما. من مسیح علی نژادم و این هم 236مین برنامه تبلت، البته سومین برنامه تبلت از قرنطینه خونگی. صدای ما رو از زیرزمین میلیاردی بروکلین و مرکز صادرات کرونای استکبار جهانی و مقر حمله بیولوژیک به ایران شهید پرور و کشور دوست و برادر مظلوم چین به غیر از اون دومین مسلمون میشنوید. مسلم علی نژاد، بروکلین کلا، پایتخت قومی کلا، مازندران. حمید معصومی نجات ولکن، این آقا رو ببینین، مغز متفکر جمیع رافعی پورای ایران، اعلام کرده آمریکا یک موجود ریز همچین گوگلی مگولی رو، منظورش کروناست، انتحاری فرستاده ایران و چین رو هوا کنه. حالا اینکه خود چانگ هوا، اسمش رو درست گفتم؟ چانگ هوا مستعمره خودش رو هوا کرده، حال وزیر جمهوری اسلامی رو گرفته، بماند. ولی اینا همونایی هستن که زلزله و سیل رو هم ربط میدادن به میزان تکان خوردن موهای زنان. کم مونده منقرض شدن دایناسورهای 600 میلیون سال پیش رو هم بندازن تقصیر جورج واشنگتن و کارتر و سفارت آمریکا تو تهران. آها، اون موقع نبود. باور کنید این جماعت همون هایی که خشک شدن زاینده رود رو هم ربط داده بودن به شقیقه ما زنهای بیجاب. عکسایی رو برای من دیروز آوردن خانمای کنار همین رودخونه خشک که با این کاراشون دقیقی اون بالاش هم خشک خواهد شد. و الان هم نه تنها این جماعت، بلکه خارج کشور تحصیل کرده هاشون هم میرن دو تلویزیون های گوگلی مگولی و به این نتیجه رسیدن که چون مواردی شفا در کلیساهای خارج کشور کشف شده و لذا خوشبینانه به علم برای مبارزه با کرونا به اسلام و مسلمین دل ببندید، علم رو بذارید زیر پتو، خیرش آورید، شفا نازل. ویروس کرونا برای دیدگاه علم زده فراهم میکنه. یکی از چالشاش اینه که علم باوران، یعنی خوشبینانه به علم، معتقد بودن که علم ما رو از وضعیت قرون وسطایی بیماری‌های عالمگیر مصری مثل طاعون نجات داده. اما به هر حال کرونا که طاعون عصر جدید به درستی نامیده شده، نشون داد که ادعاهای نوید بخش علم زده زیادی خوشبینانه بوده. داداش، اون عینکت که محصول صنعت و دانش اجنبیه رو از چش دراری، نمیتونی فتوای دینی رو از رو هم بخونی ها؟ اما گفتن، یعنی فرق بیماری جدید رو با بیماری 600 سال پیش نمیدونید. علم یه وسیله است برای کشف حل مسئله، نه مثل چوه جمکران که از قبل جمیع مرضها توی این چوه جمکران یه نسخه براشون پیچیده شده بود. اون زمانی که شیخ فضل‌اللهتون فول تایم مشغول امورات دینی بود و فتوا داده بود که تحصیل دختران حرامه، اون بر آب یه زن به اسم مادام کوری توی آزمایشگاه اولین عکس اکس ری رو از دست خودش گرفت. نه زلزله اومده بود، نه زاینده رود خوش شده بود، که هیچ. الان هم اگه همین آخوندای مملکت ما قلنج کنن و برن کجا پیش دانش آموخته های مادام کوری از عکس و نقاط بدن خودشون اکس ری تهیه کنن، درست مثل الان که وقتی آخوندای ایران یکی نسخه روغن بنفشه میداد، یکی میگفت حدیث موسی کاظم بخون، اون یکی میگفت روزی سه بعد حرم رو بلیسین، اون روشنفکر دینیشون گفت نه، حرم لیسی بعد حرم رو ببوسین، صورتتون رو بمالونید. فکر کنید چه اتفاق افتاد؟ این خانم لخت و اوریان از دیدگاه آقایون نشست زیر دست یک دکتر تا اولین تست برای ساختن واکسن کرونا رو بدنش انجام بدن. به شرفش قسم اگه فردا واکسنش کشف بشه، من یکی خودم آخوند میشم، فتوا صادر میکنم برای مکارم شیرازی، بقیه آخوندها این واکسن حرامه. البته از حق نگذریم، اساتید دینیمون روحانیونمون در ایران ثابت کردن که شما اگه عکس قاسم سلیمانی رو بشقای مواد ضد عفونی کننده، رو ماسک، رو لباس، رو هر کوفت و مرضی بزنید، سیستم ایمنی بدنتون رو به سرعت 360,000 کیلومتر در ثانیه میبره بالا. تمام اون موجودات ریز کرونایی که آمریکا ساخته بود رو از نقشه جهان محو میکنه. 25 سالم طول نمیکشه. تازه عقل کلاشون هم تو سپاه و بسیج و حوزه آمادن که این سیستم مجهز حل بحران کرونا رو بفرستن ایتالیا، فرانسه، لندن، نیویورک. وای اگر خامنه‌ای حکم جهادش دهد. اگر چنانچه رهبر معظم ما اشاره کند قرارگاه بهداشتی لبیک یا خامنه‌ای میتواند شعبه‌ای در ایتالیا، فرانسه، نیویورک. جان من، شما برای اینکه از شر این خرافات نجات پیدا بکنید تو قرنطینه چیکار میکنید؟ مثل من میشین پای فک فامیلای نقی آمارشون؟ من که رسوای زمونه بایمه. معمولی؟ جانم، شناختی منه؟ نخیر، شما؟
من معمولی هستم. نه، منظورم اینه که معمولی بزنم یا سوپر بزنم. آها، تمام دلخوشی مردم اینه که تو ایام کرونا بشینن سریال پایتخت نگاه بکنن دلشون نپکه. حالا این پایتخت چیکار کرده؟ زده دل ما رو پکونده، دل مردم رو پکونده. یعنی من وامونده که شمالی هم کلا نقی و هما حرف بزنن، کرم کلام کنن، ارسطو یکم حرف بزنه، من چیکار میکنم؟ من ذوق میکنم، فایمه حرف میزنه، کانه خودم دارم حرف میزنم. برای این یارم نشسته بغل دستم هی تای دل من خالی کرده، میگه تو با چیه اینا ذوق میکنی؟ قسمت اوله که دیدیم همه آدم حسابی بودن، الان همه ازدم فاسد به جز یه نفر، کی؟ کمالی نماینده نظام. باور کن بقیه مردم تو این فیلم همه خراب. ای خدا راست کنه ارسطو که قاچاقچی موادی نقی که کلن دقلباز، دروغگو، صاف تو چش دوربین نگاه میکنه، همچین ظریف دروغ میگه که مولا درزش نمیره. Being a Baha'i is not a crime. We do not recognize somebody as a Baha'i as a religion. But that's a belief. Somebody can be agnostic. زنان فیلم کلن سطحی، بوتاکسی. سارا نیکم که نقش هویج رو مشترکم بازی میکنن. بهتاش نماد اسطوره‌های فوتبال کلن داره از همه تیغ میزنه. پول داری ردکم بیه. دو تومن بده میخوام ترکیه. بهبود جنگلبان ساده دل بود، آقا جان مملکت بود. چه بلایی سرش اومد؟ یهو سندرام دست بیقرار پیدا کرد. یعنی از رو هوا یهو دست این بدبخت کردن بیقرار میزنه. تو مملکت هیچ کی نمیزنه به جز ای خدا آبی چشی بیه؟ دست بیقرار بهبود بلین. این شد چون کلا نظام که دست بیقرار نداره. شکر میکنی؟ مملکت نظام سر تا بالا، بالا تا پایین دست بیقرار نداره. تنها شخصیتی که از اول تا آخر پایتخت یه گاف نداد، یه دروغ نگفت، دزدی نکرد، دست رو کسی بلند نکرد، مثبت با شرف هرگز بیقانونی نکرده، کی بیه؟ ناسلامتی من خودم یه با قانونگذارم، اون وقت تو روز روشن بیقانونی کنم؟ اصلاً مسئولان نظام را چه به بیقانونی، مسئولان نظام را چه به دزدی و اختلاس، خشونت؟ هرگز. مسئولان نظام فوقش به یه زن تجاوز میکنن، کلاس میکشن، جنازه‌ش را میذارن کفت از خانواده‌اش، میگن خودکشی بوده. یا فوقش مسئولان نظام اشتباهی 5 تا گلوله با همسر دومشون شلیک میکنن، اشتباهی ها. 2 تا موشک به هواپیمای مسافربری، اشتباهی. 3000 میلیارد تومان ناقابل رو اشتباهی میذارن تو کولشون میبرن کانادا. دکل نفت رو هم نمیدونم کجاشون میذارن که اصلا پیدا نیست، گم شده. چند صد نفر رو تو کهریزک و سپیدار اهواز تو نیزار ماهشهر تیکه پاره میفرستن اونور دنیا. مسئولان نظام هم دیگه آغازاده هاشون هم میفرستن یه طرف دیگه دنیا. چرا؟ چون خیالشون راحت، مسئولان مقدس نظام که در سریال های لطیف تلویزیونی میشن شخصیت مثبت. آره داداش اماره گیر بیاردی تو هم عطو بزن مردم سر دل کلان. همش تقصیر کیه؟ مردم. مسئولان خوشقلب نظام همه مالکیان و مالکش های نظام هم در ایام سخت کرونا سخت مشغول خدمت. آفرین آفرین. اما این هفته در شهر رشت بالاخره ماموران دست به کار شدن. ایناش برخورد ضربتی با کرونا، ببخشید بدتر از کرونا، برخورد ضربتی با زن بی حجاب. پول و امکانات هم تا دلتون میخواد براش هست. و اما این قسمت تبلت، ما 10 تا سند ناقابل رو یک جا به شما نشون میدیم که ببینید چطور خود مقامات رسمی جمهوری اسلامی اقرار میکنن که پول دارن ولی برای کی خرج میکنن؟ برای مردم؟ خیر، ریختن تو جیب عموهای زینب سلیمانیشون. عمو حسن، عمو اسد، عمو اشعل، عمو انقل، عمو انگل، عطادتان اینه که مزار ماشالله. اولین سند که ثابت میکنه جمهوری اسلامی پول بی زبون رو میده به جیب حسن نصرالله رو از زبون خود عمو حسن زینبشون بشنه. طالما بایران فی فلوس یعنی نحن فی عنا فلوس. دومین سند رو از زبان عظما بشنوید. ما از فلسطین حمایت کردیم، به فلسطینی ها کمک کردیم، باز هم کمک میکنیم. هیچ گونه ملاحظه و رودرواسی هم در این قضیه نداریم. سومین سند ثابت میکنه جواد ظریفشون هم از اینکه مردم نون نداشته باشن بخورن، کارگرا ده ماه حقوق نگیرن تو فشارن افتخار میکنن. ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشاری. آقای مفتخر، ببخشید آقای مفتخر، فشار رو شماست که افتخار میکنی، فشار رو مردمیه که از چند سال پیش سیل اومد، زلزله اومد، ولی شما به جای اینکه سخت رو سر این مردم تو سرپلزه ها و لرستان بسازید، بردید کجا خونه ساختید؟ این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره. چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم. اینها همه از کمک ایرانه، کمک مادی و کمک معنوی. پنجمین سند رو خودم براتون گرفتم. وقتی حسین اسدالله یکی از فرماندهای نظامی کشته شد تو سوریه، من رفتم سراغ سفیر ایران در سوریه.
خواسته از فرمانداش تعریف بکنه لو داد که چجوری خرج کردن. راهی مصر یکی از جاهای اروپایی شده، بازسازی کرد راهی را. تمام ساختمان ها اصلا با خاک یکسان شده بود، همه را از نو ساختن، اونم با فرهنگ لبنانی ها. خانم من نمیدونم شما فرهنگ آشنا هستین یا نه، مثلا فرض کنیم که دو تا خانواده اصرار داشت، میگفت ببین پنجره اون خانواده، پنجره آشپزخونهش مقابل پنجره من بود، من هر وقت میخواستم آشپزی کنم اونم سر زور با همدیگه صحبت میکردیم. البته ایشون کرونا گرفت رفت. و ششمین سند، حزب الله تو لیست تروریستی آمریکا و اروپا است، درست؟ اما تئوریسین نظام ایشون اومده با افتخار اعلام میکنه، میگه پدرخونده تروریستا ما این، ما بهشون تعلیم میدیم. افتخار میکنم که اون تروریست خارج از کشور یعنی حزب الله لبنان، اون تربیت شده دست ماست. تعلیم نیروهای حزب الله خرج داره، هزینه داره، ولی جناب محسن رضایی بند با آب میده که هزینه‌ش رو اینا میدن، سودش رو کی میبره؟ که نمیتونیم از این همه کمکی که به سوریه، به لبنان، به فلسطین و به عراق بکنیم نمیتونیم استفاده کنیم. ما الان مبادلاتون با عراق چقدره؟ ما الان چقدر داریم از تجارت با لبنان و ترکیه و فلسطین استفاده میکنیم؟ ترکیه بیشتر از ما داره استفاده میکنه. هزینه شما میپردازیم، سودش رو ترکیه باید ببره. بریم سوریه با پرواز هواپیمایی ماهان ببرمتون کاخ بشار اسد، از زبان خود بشار اسد بشنوید که پول زبونه، نه پول بی زبونه، مردم ایران رو چطوری میریزن تو جیب عمو اسد زینب سلیمانیشون. اما ایران فلم تتوانى عن الوقوف معنا منذ اليوم الاول، قدمت السلاح والعتاد بدون حدود، ارسلت المستشارين العسكريين والضباط لمساعدتنا في التخطيط، دعمتنا اقتصاديا. يعني وقتی به عراق پول میفرستید تحریم نیستید حسن؟ در سخت ترین شرایط ما به ملت عراق کمک کردیم، در سخت ترین شرایط اقتصادی دولت. از لبنان و فلسطین و سوریه و عراق و سریلانکا و ساخت ساز بیمارستان تو ونزوئلا که بگذاریم، تازه میرسیم به ولخرجی جمهوری اسلامی ایران. برای کی؟ فاطمیون، حشد الشعبی و کیو کیو کی. حالا بعضی میگن آقا مثلا ما 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان دیم، نه اینجوری نیست، حالا نمیدونم قابل پخش بشه نباشه، ولی الان مدافعینی که مثلا میرن اونجا ما تقریبا 2.5. همین ظریف و روحانی که اتو کشیده های احمدی نژاد و جلیلی در خارجن، مدام میگن ما پزشکان بدون مرز رو نمیخوایم، دکتر و وسایل بهداشتی نمیخوایم، صدقه نمیخوایم، ما فقط پول نفت میخوایم تو توی عراق و لبنان و فلسطین و حشد الشعبی و غزه و فلان جا و فلان جا خرج بکنیم. چرا؟ چون ظریف که میره خارج ازش تشکر میکنن. من مشرف بودم عراق، هر لبنانی که منو تو حرم دید از من تشکر کرد، هر عراقی که منو تو حرم دید به من محبت کرد. یادتون باشه با یک دوربین ساده شمایید که میتونید جلوی خرافات، دروغ و دزدی‌های بزرگ بیستید و بشید صدا و سیمای خودتون، بشید پایتخت خودتون. سانسور پر. خانم علی نژاد، من میخوام این فیلمی که براتون میفرستم تو رسانه ها پخش کنید. اگر تحریم ها برداشته بشه با فروش نفت و منابع ایران اسلحه خواهند خرید و با اون اسلحه فرزندان ما رو خواهند کشت. اون پولی که میگیرن خرج آقازاده ها میکنن، یا پولی که میگیرن میبرن کشورهای عراق، یمن، لبنان، فلسطین، با اونا کمک میکنن، به مردم ایران کمک نمیکنن. اگر واقعا میخوان به ایران کمک کنن، که سازمان ملل میخواد به مردم ایران کمک کنه، کشورهای خارج میخواد به مردم ایران کمک کنن، مستقیم کمک کنن. این صدای آمریکاست.